اقل بینم بابا سر سوری چیه؟ چه بحث رانندگی؟ یاد نمی بسن افتیر اون گوشت داخل رو مردی که یا اون سوار داشت بابا بایستا غلط کرد بابا 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 بلش گاری سوار صدام می‌کردی می‌مدم کمک هاشم آقا ای آقا مگه من باید بگم خودت میومدی متوجه نشدم آقا شبه چهار سیخ جگر به ما بده آبدار باشه یا برشته برشته باشم بینر بندر باشه دایاشم زود باشیم بیار کجا بیام چی شده تو کی هستی من نمیرم دیگه امین میخوام بابامو کتک بزنن غلط کرده کی میخواد باباتو بزنه اده قاسم اینم آجمو چشت به اینجا باشه باد میام ولی اگه دروغ گفته باشی خودت میدونی یا بچه من بچه نیستم خیلی هم مردم اسم من ممیره آبا شایم بریم ببینم چه خبره بودو والا ندارم بلا ندارم به خدا ندارم ناصر خان خوبیت نداره جلو در همسایه آبروریزی رو انداز دیگه چیه داداش مایه خودتن بود اینجوری صحبت میکردی آبرو کیلو چنده من اینو همینجا مایهش میکنم خیلی دلت واسش میسوزه دست به کتو جیبه تونش بس بده من که گفتم شب میارم دم در خونتون حرف مفت زیادی زدی بابا وقت تصف حسابه مایه رو بده مانی دنبال کارمون وقتی جیچی که مسئولت بود از فکر زمستون آقا ناصر ما رو میکردی نه اری خیالی نی بپر تلا ملای زنت رو وردو بیار بپر تو بیشتر از این قاد نزده اصلا ندارم نمیخوام نمیدم میخوام ببینم چیکار میخوام بکنی شما نمیده نه تو غلط میکنی که بخوای ندیم دخالت نکنم رو رد کارت دخالت نکنم جلو زن و بچه مردم عربده بکشی لیچار بار کنی نیست و عربده نمیکشی واسه ما جانواز ها میکشی اگر بری شب کجا بودی غلط های زیادی بلبل زبون شدی تو محل خودم سرم پایین کافیه آقا هاشم سه ماه پول ناصر خان ما رو خوردی یابم روش مایه رو نمیده که هیچ شاخشونه هم میکشه واسه ما تو بودی آمپر نمیچسبوندی؟ واسه چی پول مردمو ندیدی؟ هاشم خان به خدا آقام تو بیمارستانه هر چی داشتم و نداشتم خرجش کردم هیچ نتیجه ای هم نگرفتم اصلا نمیخوام به این زورگاه پول بدم چی کار میخوای بکنی؟ تو اون میشه من میدم هاشم خان شما چرا میخوای مال شهربنده کنی؟ این اصلا با پول حل نمیشه من یه درس عبرت بگیرم حتی کل اهالی محل بفهمن که پول ناصر اربابی آپولی نمیشه که به فارسی آب کشیده گفتم تو این محله کسی شاخ بشه شاخشو میشکنن بریم رد کارتون دیالا سینما تعطیله خوش کن چی بهت میگم یک صداتو بیا پایین دو با ما اینجوری تا نکن وسط خیلی گرون تمام میشه را بیافتیم بریم
دست درد نکنه پسرم. هاشم خان دست شما هم درد نکنه. خیلی زحمت کشیدین. با اجازتون. هاشم چه خبری؟ باز دوباره معرکه را انداختی؟ معرکه کدوم مادر من؟ یکی دیگه را انداخته بود ما ختمش کردیم. ولش کن بابا، خودت خوبی؟ نه، تو اگه بذاری خوبم. صد دفعه نگفتم با این ناصر کلکل نکن؟ این کینه شطوری داره. ماجرا عقبه پیدا میکنه ها. مال این حرفانی. مگه پسر اعظم خانم رو خونه نشین نکردن؟ همه میگن کار خودش و این نوچه هاش بوده. نصف شب که از در مغازه میمده بیرون، کشیکشو کشیدن و روشونو پوشوندن، از پشت بهش چاقو زدن و فرار کردن. ای آقا، کی مرده کی زنده؟ واسه یه ماجرایی که معلوم نیست که اتفاق بیفته، بزنن غلطی دلشون میخواد تو این محل بکنن. ولش کن مادر، حوصله داری؟ بریم مادر من، بریم سرده. آقا دست درد نکنه، خدافظ. ناصر خان زیاد فکرش نکن، براش دارم. آخه احمق جون، تو چی داری واسش ها؟ بسپارش به ما. امشب با برابش میریم در مغازش، هفشتایی میریزیم سر به نیستش میکنیم، بعدم قاطی دلجیگرا با اون وانت قرازش میبرین تو بیابون، میابون چالش میکنیم. حله؟ نه خوش آمد، دست خوش، آفرین آفرین، خوش آمد. چاکریتی ما اینیم دیگه، بالاخره با ما باشه این برنامه هست. تو فقط لب تر کن، فردا میدم از اول تا آخر راسته بازار اعلامیشو بچسبن تنگ دیوار. ببینم تو خریه خودت زدی به خریه. مرد حسابی، میگم میخوام آبرومو توی محل بخرم، وقت بدم سرویسش کنم؟ راست راست توی خیابون راه بره، کامیون ازش رد شه میگن ناصر، ما یه داده سرویسش کردم. ملتفت نیستی؟ توی محل چه میفته حالید نی؟ خب آخه راه دیگه ای نداره، خودت که بهتر میدونی. چرا داشت ما راه داره، حسابی هم راه داره، یا رومیه رومی یا زنگی زنگی. تو امروز قاطی، حالت که بهتر شد میشنیم اختلاط میکنیم. ماجرای ما نقل دیروز امروز نیست، یه کینه قدیمیه. اگه 5 سال پیش منو لو نده بود، 3 سال نمیرفتم گوشه اون زندون به خاطر انقدر پودر، تازه اونم تقلبیش، جون بکنم. میدونم کار خوشه، قبلش واسم سوسه اومده بود که اگه بخوای تو محل کاری کنی زایعت میکنم. تو حالا فکر میکنی که من جلوش کم میارم؟ ایول، خب منم واسه همین روز مبادا میگم دیگه. اگه تا الانم بهش میدون دادم، فقط نخواستم توی محل شهر بپاشه. ولی حالا وقتشه، حالا وقتشه که یه قرار 2 نفره تو کوچه پایینی با هم بذاریم. قرار کوچه پایین؟ ناصر، آخر شیطون بیا پایین. آقا حیفه تونی؟ جوجه، البته اینجوری بهش میگیم. ایوه افتا؟ خیلی درشت داشتم آقا. ریزتر از این از سیخ میافته، خرابش میکنی. یالا سلام آقا. سلام پهلوان. سلام آقا، به به، خیلی خوش اومدی. حاجم یه 10 سیخ واسه حاجی بذار رو آتیش. نه نه نه، حقیقت دیرم شده، باشه واسه دفعه بعد. بفرمایید بشین آقا، اینجوری بده. چش میام پهلوان، خوب کاسبی شدی ها. دست شما درد نکنه، ما که از شما پول نخواستیم آقا. ناراحت نشو، حسی شردم تا دیگه باز تو محل گرد خواب بپا کردی. ای بابا، ما فقط گرد و خاک قضیه را رو لباسمون تکوندیم، گرد و خاک کدومه؟ خلاصه هر کاری که میکنی سرت خیلی شلوغه. چشم، حتما 1-2 روزه خدمت میرسم. اونی که باید خدمتش برسی من نیستم، مسجد خونه خداست، ما اونجا داریم سریداری میکنیم. ملتفتم، فرمایش تو متینه. راستی این خادم مسجد ما یه نظری برای شفای دخترش کرده، گفتم اگه زحمتی نیست فردا که میری کشتارگاه یه گوستان براش بکش و بیاریم مسجد. آج آقا یه شرطی داره ولی. استغفرالله، تو کار خیر شرط میذاری مومه؟ والا شرطش اینه که نصف پول گوسفندم خودم بدم. ما هم یه نظری داریم، ایشالله اینجوری ادا بشیم. حالا بگم جیگر براتون بذاره؟ فقط 2 تا سیخ، اگرم پولشو نگیری دیگه منو این دورو برا نمیبینی. 2 سیخ جیگر روزه برای آج آقا. ای به چشم، دست درد نکنه بابا. نگه دار والد، نگه دار. خوش
چی شده مادر؟ وانت کرایه‌مون خراب شده، رانندش گذاشت رفت. چقدر میگیری جوونی اسباب اساسی ما رو؟ تو چند تا خیابون دیگه ببری؟ نقل پولش نیست، عجله دارم باید برم. زیاد طول نمیکشه، خیلی وقت اینجا معطل شدی. عجله واسه کار خیره، سر رو بچه ها رو میفرستم بیان اسباب اساسیتون رو ببرن. چی شد مادر؟ آشه دیگه معطل موندین دیگه با بچه ها وسط خیابون، کار خیره اینا فرق نمیکنه. بار بزن. ببخشید آقا، مزاحم وقت شما هم شدیم. خواهش میکنم مادر، کاری نکردیم، وظیفه‌مونه. سلام، چی باله؟ مادر جون بیایی کمک کنید سری خالی کنید. مادر شما زحمت نکشید. نه 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 در رو باز کن قربان. باش های بیا جبینم بودو. بله هاشم خان. میخندی؟ بودو نون می نخوردی تو؟ بیا جبینم بودو. چی کار میکنی علاف سر محل واسدی؟ ها؟ کار بدی نمیکنی هاشم خان. نیشه تو ببند، کار بدی نمیکنیم. ببخشیدش. بلند شو ببینم اینجا از این به بعد ناموس مردم رد میشه. سرتون میندازی پایین، حواستون میاد. یه دست بزن اینا خالی کن ببینم. بودو ببینم. خدا در خدمت. پس زحمت شما شده. من وظیفه اس کاری نکردم. مغازه منم همینجا سر بازار چست. کسی بهتون چپ نگاه کرد یا کاری داشتین بفرستین دنبالم. حتما. خیلی ممنون آقا. بفرمایید چقدر میشه کریاتو من تقدیمتون کنم. کی حرف پول زد؟ من حرفشو زدم. بفرمایید چقدر شد من تقدیمتون کنم. ماشاءالله شما چقدر عصبانی هستین. باشه بعد کدوم بعد آقای محترم؟ من عادت ندارم زیر دین کسی بمونم. بفرمایید. نقل دین نیست، گفتیم هوای بچه محل جدیدمونو داشته باشیم. هرچی کرمت. بجم دیگه، مگه نون نخوردی؟ عادت کرده. شما این بچه ها خیلی بد صحبت میکنین. من اصلا راضی نیستم به خاطر ما با این بچه ها اینجوری حرف بزنین. شما نگران اینا نباشین، تنبلی تو خونشونه. به کار عادت کنن واسه خودشون هم بهتره. دستمال تو سفره است. اینجوری صفاش بیشتره، میچسبه از آدم. حواست باشه به مادر، من دارم میشم میرم بیرون قرص مستشوی شده بخورم. کجا بری؟ کی برمیگردی؟ به تو چه ربطی داره؟ کی تا حالا تو کار بزرگتره دخالت میکنی؟ همچنین بزرگم نشدی یا تو دوران اون جوانیت موندی؟ رو تو برم چاقه دو شسفر. آقا هاشم. بله. باز آخر شب شد، مثل دزدا داری از خونه میری بیرون؟ دوست کدومه مادر من؟ من یه سر شبی ندیدی مجید سلاخ زنگ زد کشتارگاه دستنان باید برم. خیلی به خودت افتخار میکنی که داری اینجوری به من دروغ میگی. هی بابا بگیرین بخوابین دیگه، به من چی کار دارین؟ دو ساعت میرم بیرون برمیگردم. این حرفا واسه 20 سال پیش بوده، سن و سالی از ما گذشته مادر من. همون موقعش هم درست گوش نکردی که الان عادت کردی با من اینجوری حرف میزنی. برو ببینم به کجا میرسی. خیلی ها همین راه رفتن، فکر نکن تو اولیش هستی ها. ولی آخر اوقاتشون یکیه، دیر یا زود داره. ولی چی؟ مگه چی کار میخوام بکنم مادر من؟
دو ساعت میخوام برم بیرون، سر کسی رو بریدم، پول کسی رو دزدیدم، دست تو جیب کسی کردم، توی محله دیگه اسم کسی کار ندارم که. از فردا به فکر باش که این خونه رو بفروشیم، هر کسی هم بره دنبال زندگی خودش. تو اگه خواستی زن بگیری برو زن بگیر، اگه نخواستی برو دنبال عیاشی و رفیق بازیات. ولی فکر نکن که من دارم پیر میشم و حالیم نیست. تو این خونه هر غلطی که دلت بخواد بکنی. شهرنازی هوا مادر داشته باش، من رفتم. بخ یک ساعت ما رو اینجا کاشتی؟ دو دقیقه سیر کردم. دو دقیقه محله گشتی سره. امشب من رو فرمم، خودت برون. بفرما بریم. مادر شهناز، آی دکتر شهناز، خانم پرستار، کسی تو این خراب شده نیست جواب بده؟ لباس چی درش نوشتی شبانه روزی؟ داداش آروم، آبروریزی نکن. باشه نمیبینی چشه. چه خبرتون آقا؟ اینجا رو گذاشتین رو سرتون؟ شمایی؟ واقعا که شرمنده، داره دست میره. ببردشون اورژانس، معلومه هم دکتر رو میارم. فردا باید ببرنشون یه بیمارستان مجهز قلب. فعلا که به خیر گذشته. صد دفعه بهت نگفتم قرص قلبش نخورده نزا بخوابه؟ قرصشو خورده بود داداش، بخاطر شما است که اینطوری شده. خوبه حالا جل دکتر برده. چش خواهش میکنم دوربرش رو خلوت کنین، بزنید یکم استراحت کنه. شما بهتر اینجا بمونید. بفرمایید. دفعه بعد یاد بگیرید توی بیمارستان آرومتر صحبت کنید، وگرنه چی؟ باش از این به بعد آروم میایم آروم هم میریم که شما یه دفعه خدای نکرده خوابت نپره. واقعا که آره شما هم واقعا سخته. اگه هم بخوام مثل شما باشن بله خیلی سخت. شما هر شب تا صبح اینجا کار میکنید دیگه؟ هفته ای 3 شب. چطور مگه؟
خانواده محترم خوب هستن؟ خانم والده سلام برسید خدمتشون. بله خوبن ممنون. بگم کی سلام رسونده؟ هاشم. بچه گی به میگن هاشم. کسی نیست این طرف ها مخلصتون نشنسه؟ ببخشید برای چی باید شما رو بشناسن؟ شما هنرمندی چیزی هستین؟ یا به خاطر کتککاری و این رفتارهای زشت باید شما رو بشناسن؟ میبینم که آمار منو کامل در آوردین، ولی این همه شایعه است، باور نکنین. ببینید آقا هاشم، شما هر کی هستید و هر چی که هستید به خودتون مربوطه، ولی با این رفتارهایی که از خودتون نشون میدین اصلا احتیاج نیست کسی راجبتون حرف بزنه. خوبه حداقل قبول دارین که آدم رو راستی هستن. من میرم این گوش میشه ها بگیرم بخوابم. شهناز اومد بگید بیاد بیدارم کنه. شهناز؟ نه ترس، شهناز خواهرمه. آقا کجا میرین؟ میت رو زمین واسه یه نمازی براش بخونید، محبت بکنید. حاج حسین شما چرا؟ برو خلاف کار. میت مسلمون رو زمین مونده. باشه. بله آجا با دونه دیگه بر نمیگردن. بی‌معرفت‌ها نموندن یه دو دقیقه نماز میت بخونن. حالا بیا خودت واسه بخون، شاید بارش سبک بشه. این میت کی هست؟ غریبه نیست. یعنی هم بچه محله خودمونه؟ چه فرق میکنه؟ میت میت دیگه. همه چی عجیب غریب شده آجی. حتی خود شما رو یادم نمیاد. داداش چند ساعت اینجا خوابیدم؟ مادر چطوره؟ مامان خوبه. چه خوابی میدیدی داداش؟ تا حالا اینطوری ندیده بودمت. اصلا انگار که چی؟ اصلا انگار زبونم لال نفس نمیکشیدی. لا 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 لا، اینم از اول صبحمون. بریم ببینیم مادر چطوره. بهترید مادر؟ الحمدلله. خیلی ممنون. کمکتون کنم؟ اصلا درد نکنه. فقط اجازه بدید من فشارتون رو بگیرم. اگر مشکلی نبود دکتر گفت میتونید تشریف ببرید منزل. من زیاد میام اینجا. تا حالا شما رو ندیده بودم. من تازه اومدم اینجا. یکی از پرستارای اینجا که دوستم بود قبل از رفتنش با مدیریت صحبت کرد که من به جاش بیام. خب نزدیک خونمونم هست، برام بهتر اینطوری. تا حالا هیچ پرستاری اینجوری به دل من نشسته بود. نه اینکه خدایی نکرده بقیه بد باشن یا کارشون رو درست انجام ندن ها، ولی دخترم انگار دستت سباکه. ای وای مامان قربونت برم. بهتری؟ سلام. خوبی شالا مادر؟ نه خیلی هم خوب نیستم. شد ما یه دفعه از ادیسی بپرسیم یه جواب درستایی با ما بدی؟
اصلا شما ازش بپرسین. مادر جون بهترید؟ شما رو که میبینم حالم خوب میشه. خب خدا رو شکر. من چطور؟ اصلا این سوالا چیه که مثل بچه‌ها از من میپرسین؟ زودتر بریم خونه، میدونی که امروز چقدر کار داریم. بریم. دست شما درد نکنه. بذار کفشاتونو بزنم. دلم برات تنگ میشه. منم همینطور. شما لطف. اشهد ان لا اله الا الله. سلام آقا. سلام پهلوان. چه عجب از این طرف ها؟ ما که همیشه مزاحمت داریم. اوکی، مزاحمتی که میگی تا حالا ندیدیم، ولی سر وقت اومدی بابا جون. چه وقتی؟ مگه صدا از اونو نمیشنوی بابا؟ راستش حاجی، واسه یه عرضی اومدم. بگو بابا جون. یه خوابی دیدم چند وقت بعد جوری پریشونم کرده، خواستم ببینم تعبیرش چیه. خواب مؤمن همیشه خیره بابا. آجی آقا یه جوری حرف میزنید انگار نمیدونی ما کی هستیم. اشتباه میکنی، من تو رو خوب میشناسم. این خودت هستی که باید یه کمی بیشتر خودتو بشناسی. آره بابا جان. خب میگفتی خوابی دیدی، بگو ببینم بابا. بعض شما نباشه یه حاج آقایی بود، توی خواب بهم گفت بالا سر یه میتی نماز بخونم. صورتش هم دیدی؟ نه. تعبیرش چی آج آقا؟ تعبیر و راهی که من میدونم اینه که قلبتو باز کنی ببینی خدا خودش چی میخواد ازت. دست شما درد نکنه. با اجازه آج آقا. خدا حافظت. خدا نگهدار بوجا. حاج آقا ببخشید. بفرمایید. ببخشید حاج آقا، این هاشم جگرکی با آدم چه کار داشت؟ این آدم خطرناک و بدنامی ها. فکر میکنی غیبت قبل از نماز ثواب نماز زیاد میکنه بابا؟ شوخی نمیکنم حاج آقا. منم جدی عرض کردم. بفرمایید. بفرمایید بریم نماز. بار تمومه. یخچال که پره. اون واسه مشتری خودمونه. ما اومدیم اینجا فقط یه پیغام بدیم. دو تا مرد گنده اومدیم واسه یه پیغام. والا حرفتون چیه بگیم؟ ناصر خان میخواد تنهایی شما رو تو کوچه پایین ببینه. هر چی زودترم بهتر. جواب چیه؟ ناصر خان غلط زیادی کرده. دوره این حرفام گذشته. کوچه پایینم خراب کردن، جاشو تو بان ساختن. بهش بگو بره رد کارش. ایوه باشه، فکراتو بکن. فقط این یخچالم پر بودا بایزه. الو سلام، چطوری؟ مامان چطوره؟ یه دقیقه میام دم در خونه، بریم یه جایی. چادرتو سر کن، بدو. اومدم 6 سال لفتش ندیا، سری حاضر شو. زیادی دست بالا گرفتیم. هر جا کردی بگو بپیچم جلوش. نه بذار اول ببینیم کجا میره بعدش. خب معلومه داره میره خونه نار بزنه. این بهتر شد. بذار بره تو محل بعد باید صحبت کنیم، که اگه یه وقتی جا زد ببینم. قصه دومشم که بلد این جریان چیه آقا جون. آقا ما اومدیم چاقو رو ازش بگیریم، اشتباهی رب تو پلو خودش. شما هم شاهدیم. حله؟ آره خوب. ایوه چی بگم والا. حله آقا. حله خوبه، شک کنیم.
جون دیگه. حالا وقتش نیست بچه ها، میرم دنبالشون. بریم. ایوه خدا رو شکر. سرتو بدوز. نگفتی نظرت چیه؟ نظر من مهم نیست، نظر اونی که مهمه. ای بابا باز جواب سر بالا دادی. یه کلمه ازت پرسیدم، دختر خوبی هست یا نه؟ یعنی واقعا تصمیم گرفتی ازدواج کنی؟ آره، میخوام دل مادر شاد کنم. از دیشب تا حالا تو فکرشم. لازم نکرده با بدبخت کردن دختر مردم دل مامان شاد کنی. راهای دیگه هم هست. راهای دیگه رو بیخیال شو، عملی نیست. سلام. این طرف ها. خواهش میکنم. ماما خوبم؟ سلام رسوندم. ببخشید این قابل شما رو ندارم. این چیه؟ اگه بدونید مامان چقدر بهترن، خودشون که فکر میکنم به خاطر شماست. والا چی بگم، ممنون. بسی مامان سلام رسوندن، گفتن بعد از ظهر برای زیارت عاشورا با مادرتون تشریف بیارید منزل ما. خوشحال میشیم. ببخش مقر روک صحبت میکنم، این موضوع به برادرتون که ربطی نداره. میدونم چی میگی، نه داداش اصلا از این موضوع خبر نداره. خب باشه، پس من اگه خواستم بیام خبرتون میکنم. شما شماره تلفنتون رو من بدید، چون من خیلی عجله دارم، باید برم جایی. اجازه بده برسونیم. مبارکه. ایول اینجا رو داشته باش. میگم تا دختر مردم بیوه نشده باید کار تموم کنی. خدا رو خوش نمیاد. البته خب میدونم وانت ما که به کلاس شما نمیخوره. با اجازتون. این چه حرفی عزیزم، من فهم خواستم مزاحمتون نباشم. یه چند لحظه صبر کنی الان برمیگردم. رفیق آدم فروشمون رو نگاه، خاطر خواه شده. بریم دنبالشون. ببخشید ما دیشب تو بیمارستان یه خورده شلوغ کردیم اینا. خواهش میکنم فقط لطف کنید بعد از این طوری وارد بیمارستان یا درمانگاه نشید. راستی داداش، قرار مرجان خانم با مادرشون برای زیارت عاشورا تشریف بیارن منزل ما. بابا التماس دا. چیه اونجوری نگاه میکنی؟ خب خدا خدا آدم های گناهکار هم هست دیگه، دل دارن خب نواز خوشون. هاشم! هاشم! بدا بزن کنار کارت دارم. بزن بقید. قبلنا هم جیگر میفروختی؟ هم جیگر داشت ولی الان فقط میبینم که میفروشی. چیه دوباره شاخ شدی؟ پیغون پس خون میفرستی؟ بد کردم باهات مثل آدم حرف زدم. من دیگه دنبال شهر نمیگردم. برو رد کارت. کینه بین من و تو این سادگی حل نمیشه. کی هستی که من کینه تو به دل بگیرم؟ یا
خودت با پای خودت میای یا مجبورت میکنم که جلوم واسی. برو رد کارت. آقا هاشم ببخشید من دیرم شد، اگه میشه تشریف بیارید بریم. میشین تو ماشین، اومدم الان. نوبره چه بردی؟ میبینم که خاطرخواه شدی. یادش بخیر، یادش بخیر. قبل از که ما بریم زندون خاطرخواه بودیم. چه خاطرخواهی؟ علی تو خرابش کرد، یادت که خواست گفتن، کار من نبوده. ببین منتظر خبرت هم. منتظر باش تا اموراتت بگذره، زد زیاد. چیکار داشت؟ هیچی بابا، یه دفعه این حرفو به مادر نزنی نگرانش میکنی. اساس هم درست بود، هنوز دنبال کینه جویی و خطانشون کشیدن و این حرف هاست، نه؟ ای بابا، حالا جلو مهمونمون اندازه کافی سابقه همون پیشش قیطه. میشه به منم بگید چه خبره؟ اون آقا از خلافکارا و مواد فروشای قدیمی محل بود، الان یه 2 سالی میشه که آزاد شده. فکر میکنه داداش لوش داده، حالا که جرئت نکرده بود. اما بعد از اتفاقات 1-2 روز پیش نمیدونم چه شده که جرأت کرده بیاد سراغ داداش. خب حرف حسابش چیه؟ قرار مدار دعوا این حرفا. سلام ناصر خان. نه اینجوری نمیشه، هیا کار کنیم که زودتر تصمیم بگیرم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. شنیدم برای بچه ما اومدن اینجا جیگر بهشون ندیر. نه آقا، کار هاشم آقا بوده. هر خری میخواد باشه، تو هم بار آخرت باشه. چشم انوچ جرام یالا هشم اینجا بده بجام. ایوه رده الو درو درو بکش بیرون. آخه مرد حسابی شما حسابی داری با ایمان هاشم آقا داری با مغازه بند خدا چیکار کنی؟ الو بچ حسین بزر هسته بریم. ایوه خیلی ممنون زحمت کشیدی. خلاصه ببخشید اگه جاتون راحت نبود. میدونم که به من ربطی نداره، ولی میخواستم یه قولی به من بدی. چه قولی؟ میخواستم قول بدید با اون خلافکارا دیگه درگیر نشید، اگرم باز مزاحمتون شدن به پلیس خبر بدید. البته من به خاطر مادرتون میگم. یعنی به خاطر شما نه. قول میدی؟ مرد با قولش. بعد از اون میبینم بعد. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا شکرت. داداش جونت تو خطره، خدا رو شکر میکنی؟ اولا که شکر خدا همیشه واجبه. دومن مرجان خانم چون ازت قول گرفته که مادر خواهرتو اذیت نکنی، یعنی که قراره به شما جواب مثبت بده. تازه با چشمایی بزرگ کوچیک ازت دیدن معلومه خانداشتو خوب هنوز نشناختی. یه جذبه ای داره. اینم واس خاطر خودم گفت، نگرانم بود، حیا کرد گفت واس خانجونه. یعنی به قولت عمل میکنی؟ به این کاراش یه کاری نداشته باش. شما بریم واسه تنظیم کردن قرار مدار خواستگاری و این مسائل، آقش هم درست میشه ایشالله. یعنی دیگه شبا دیر نمیای خونه؟ آره تا ببینیم.
حاجم اون کار کیه؟ ناصر و نوچه هاش. به پلیس زنگ زدی؟ نه، به خاطر شما این کار نکردم. چرا به خاطر من؟ حالا میرم سراغشون. اونا فکر کنم همینو میخوام. حاجم قول دادی؟ میخوای ببرم درمونگاه؟ نه آقا، چیز مهمی نیست، فقط ناکسا اینجا رو خیلی به هم ریختن. اینجا که بابا فرده سرت. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. هاشم پاشو تو محلو بیخواب نکردن جوابشونو بده، آبرومون رفت. من که کارشون ندارم، بذار برم رد کارشون. پس پاشو برو یه جوری حالیشون کن. باش. سلام حاجم حسین. بفرما. اینم سردستشونه. اینه؟ بله. درسته اینجوری هر شب اینجا رو پاتوق کردی با رفیقات؟ با این سر صدا؟ این بندگان خدا خیلی مراد تو کردن تا به ما خبر دادن. سردستشون تویی؟ سردسته کدوم جناب سروان؟ اینا رفیقا من. چیزه نده. یه جوری میگی خدای نکرده آدم فکر میکنه اینجا ما مافیای سیسیل رو انداختیم. شما بیشتر شبیه یه باندید تا رفیق. این جیگری اگه بفهمه ما زنگ زدیم به پلیس، همچنین جیگرمونو در میاره. ایوه رفیقا چکم لاشخوره هم. قربان اینجا رو ببین چه خبره. هیچی نیست جان خودم، هیچی نداریم، چیزی نذاشتیم اونجا، چیزی نیست. تماس بگیر، حکم تفتیش خونه این آقا رو بگیر. حالا چه بردین؟ ایوه جسارتن، حالا چی پیدا کردی؟ یعنی تو خبر نداری؟ بگو چی پیدا نکردی؟ حاجی اعصاب نداری، به خودم میگفتی حلش میکردم. بفهم بریم خانم. اینطور یه کتابی چیزی هم میتونم بخونم. قربونت برم من، بحثو عوض نکن. آخه من به مامان چی بگم؟ ما کی میایم منزل؟ اجازه بدیم من با مادرم صحبت کنم بعد تشریف بیاریم. باشه عزیزم، ما میایم منزل، خودمون با مامان صحبت میکنیم. دیرم شده، من برم، کاری نداری؟ به سلام. آره داداش، قصه اینجوری ها بود. حالا سرش رو بگم واسه تون. آقا سلاخ موش از شیر محکمیتر شده بود. از یازر بودن زندگیشون رو بدن سلاخ موشه رو بخرن، ولی پیدا نمیشه لا کرده. حالا قسمت جالب قصه رو نگفتم واسه تون. قسمت جالبش باز خیلی رومانتیک باشه نه؟ تای رومانتیک رفیق. ناصر خان اینجا رو باش. وقتی خبر آبروزی دیشب به گوش بعضیا برسه. که رسیده؟ دیگه کسی واسش ترم خورد نمیکنه. چه برسه به زن بدن؟ آنه بوچ رو آواز کن کارش دارم. هاشم
من جای تو بودم میرفتم بیمارستان دست بالا پانسومان میکنم، یه وقت تو محلویت نگم بچه دست چوب شده. هاشم زخمی که رو صورت منه؟ سوغاتی توه، یادگاری خبرچینی تو زندو، حالا وقتش یادگاری تو بهت برگردونم. هاشم مامورو مامورو بپیش بازی هاشم خان ببخشید. مادر خوابیده؟ آره خسته بود. دستتو ببینم. چیزی نیست، دوست شیش خورده رفته توش. بالاخره کار خودتو کردی دیگه. کاری نکردم. مطمئنی؟ چرا قیافت اینطوریه؟ سیم جیم نکن، حوصله ندارم. ولی فکر کنم کار خودتو کردی. فردا قراره بریم خواستگاری. نه دل سیاشتون، این چه وضع خبر خوب دادنه؟ فکر کردم که فکر کردی چی؟ کردم خیلی خوشحال میشی چون قد عجیب شدی. این بعد از این خبر خوب این شکلی نده. فکر نکن کار ساده ای بودا، اندازه یه رمان واسش حرف زدم و علکی ازت تعریف کردم تا راضی شد. علکی؟ ماشاءالله انقدر حسنات زیاده که آدم میمونه کدومش واسه دختر مردم تعریف کنه. خب هاشم خان، دوست داری چه مدلی برات کوتاه کنم؟ یه آب جاروش کن، میخوام برم خواسته بره. به 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 سلامتی، مبارک مبارک، بچه ملای ما یواش یواش دارن قاطی مرغا میشن. کارتو بکن شهریه. چشم. داداش، اینو بپوش بیشتر بهت میاد. ببخشید آقای دکتر. بله ببخشید، اصلا حواسم نبود که میخواستیم با من صحبت کنید. بفهمید من میتونم امروز ازت مرخصی بگیرم؟ یه چند ساعت از شیفتم باقی مونده. مسئله نیست، فقط قبلش حتما هماهنگ کنید یکی از همکارا به جای شما بیاد. فعلا. راستی دیدم خواهر اون آقایی که اون شب اونجا دادو بیدار رو انداخته بود بازم میاد پیشتون. بله چطور مگه؟ راستش هیچی، ولی خب دیروز که داشتم میومدم نزدیک قهوه خونه دیدم داره با دو سه نفر دعوا میکنه. خیلی صحنه وحشتناکی بود، راستش تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. شانس آوردم اون شب اینجا رو سرمون خراب نکرده. به هر حال خواستم بهتون بگم که حواستون رو بیشتر جمع کنید. به کارتون برسید. سلام شما. پس مهمون داریم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ اشتباه کردم آمادم؟ راستش آجامو گفت مهمون داری. فکر هر کسی رو میکردم الا شما. میخواستم بهتون بگم من منصرف شدم. اگه میشه خودتون یه بهانه بیاریم به مامان اینا بگین امشب برای موضوع نیا خونه ما. نمیخوام از ذهن من یا مادرم دروغ بشنوم.
به هر حال راستش هم نمیشه بهشون گفت. پس خبرش به شما هم رسید؟ فکر میکنم به هر آدمی میشه یه فرصت دوباره داد، ولی مثل اینکه راجع به شما اشتباه کرد. من قد خودم پا پس کشیدم، انقدر پا پیم شدن که اگه جلو شما نمیستادم تو معلم تستم سر بلند کنم. هم پس اولین فکری که به ذهنتون رسید این بود که قولتون رو فراموش کنید. خب حالا که قول مردونتون رو زیر پاتون گذاشتی میتونید سرتون بالا بگیرید؟ اصلا میدونید چرا من ازتون خواستم یه همچه قولی به من بدید؟ بیرش کنید آقا، من ازت چرا دارم یه حرفار به شما میزن. خالی اومدی؟ پس گل و شیر نید کو؟ ایوا شیر رو داری میری تو اتاقت؟ مردم منتظرن. نه مادر، کسی منتظر ما نیست. نگفتم آخرش اینطوری میشه مامان؟ هیچی نگو ببینم چی میگه. مادر، کسی چیزی بهت گفته؟ نه مادر من، کسی چیزی نگفته. خودم فکر کردم یکم زوده، مردشم نیستم. بشیم زندگی اونو میکردیم. برو بهشون زنگ بزن بگو امشب نمیایی. نگم چرا؟ چه میدونم، یه چیزی بهشون بگو دیگه. نمیدونم چی بگم، ولی باور کن اصلا اینطوری نبوده. اصلا از این اخلاقا نداشت. من معذرت میخوام. عزیزم شما چرا معذرت میخوای؟ من که گفتم برام مهم نیست. واقعا؟ آره واقعا. لطفاً دیگه راجبش حرف نزن. واقعیتشو بخوای من خودم اینطوری خواستم، فقط لطف کن نپرس. که اینطور باشه، پس من دیگه مصاحبتون نمیشم. خداحافظ. به سلامت. شما نمیخواین تشریف برین خونه؟ مگه ساعت چنده؟ نزدیک 9. آجم و حواست به اینجا باشه، منم کم کم جمع کنم برم. میگم به من ربطی نداره، ولی فکر میکنم اگه یه کمی صبر داشته باشی همه چی درست میشه. سلام آج آقا. سلام پهلوان. چه پهلوانی؟ هر تو گود نرفته ضرب فنی شدیم آجی. حتما حریفت قوی بوده، دست کم گرفتیش. مگه شما حریف ما رو میشناسی؟ آره میشناسم. اونی که اینقدر قوی بوده تو رو ضرب فنی کرده، کی میتونست جز خودتو باشه؟ وقتشه که دست کم نگیریش بابا. خدا حافظ. همگی با هم سلام الله محمد آل محمد و عجل فرج. اگر گوش شنوا داشته باشیم، امروز باید یک صداهایی به گوشمون بخوره. صدای رسیدن ماه محرم، صدای سوم اسبای دشت کربلا، صدای به هم خوردن سرنیزه ها و شمشیرهایی که تاریخ را عوض کردند، که سرنوشت انسان را عوض کردند. این صداها با صداهای دیگه خیلی فرق داره. این صداها با
شما کاری نداره. میخواد با قلب ما حرف بزنه، میخواد با روح ما حرف بزنه، میخواد به ما بگه که دست برداری از این زندگی گناه سربر شهیدان دارم صدات میگونه که بیاریش. هیئت ما رو نگاه ببین چه کسی توش سرپایی میکنه. هاشم جگرکی سردسته ی اراذل اوباش شبگرد. ملاحظه پاکی خونه خدا رو هم نمی کنه. میاد هیئت امام حسین. خوش آمدید. بفرم علی مدد. بفرم. خوش آمدید. بفرم. او یک سینی رو بده بیار. بده ماشاءالله. راوی آف خواهران خواهمت این راز دلم گوش کنی، خواهران خواهمت این راز دلم گوش کنی، غم آوارگی یا غم آوارگی یا غصه فراموش کنی. بفرمایید. آخه مرد ناحسابی، کسی با این لگن میاد بیرون که صبح اول صبح اصلا ما رو خورد کردی؟ شما راست میگی. بفرم. ای بابا بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان.
در این جهان به خدا تا میبینی تو رو خدا؟ انگار نه انگار که هیئت حرمتی داره. ببین چه جلونی میده. هماره نام حسین. من فکر نمی کنم صلاح باشه این بیاد اینجا. نگاه کن ببین تو این شبهای گذشته چقدر اینجا خلوت شده. آخه هیئت جای آدمهای لاتو چاقوکش نیست. اینجوری باشه من هم میرم یه هیئت دیگه. قندو برسون بفرم نمیشه جم. آقا از اولش که اینو من میشناسم همش یه کارایی کرده، حرف حدیث پشتش بوده برادر من. این چی میفهمه؟ عزاداری چیه؟ این برای عزاداری نیومده، اومده خودشو نشون بده. کارش اینه. باید بقیه رو برگردونیم، باید باش حرف بزنیم، اون دیگه اینجا نیاد. میخوای قبلش با حاج آقا محمدی مشورت کنی؟ من قبلا با حاج آقا صحبتی داشتم، فایده نداره. حاج آقا همه رو خوب میبینن، حالا طرف هر کاری هم باشه برشون فرق نمیکنه. حاج آقا میگه باید همه رو به سوی خدا جذب کرد، ولی به نظر من واقعیت چیز دیگه است. به بعضی ها اگه میدون بدیا نه تنها جذب نمیشن، بلکه یه کاری میکنن که بقیه هم بذارن برن. باید خودمون یه کاری بکنیم. میخوای همینجا بهش بگی؟ نه اینجا صلاح نیست، فردا صبح میریم در خونه شون. میخروشن یک دست جان، یک دست جانان میخروشن. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر. حاج آقا این حرفایی که تو مسجد با هم زدیم نه. همه رو بدون رو دروازی بهش بکش. آخه این که درست نیست. دیگه ما جواب مردم رو چجوری بدیم تو مسجد؟ بله الله اکبر، گرفتار شدیم به علی قصص. درست میشه، بریم چیکار کنیم؟ سه بیاد بیرون. در ضمن مادرش هیچی نگو، به خودت مستقیم. بله به خودش میگیم مادرش. مادره دیگه به هر حال ممکنه آرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هاشم جان، مادر چیه؟ مادر این اول صبحی دوباره پاشو دمه در کارت دارن. آن رفیقای ما این موقع سال همه حبسه، کسی نزدیم که. آقا محسن همسایه همونه، یا بی به صورتت بزن پاشو ببین چه کارت داره. چیه آقا محسن؟ بله پاشو دیگه. برو اومدم. سلام آج آقا. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. میبخشیم مزاحم شدیم. مرحبا آج آقا بفرمایید. دم در بده. ممنون مزاحمت نمیشیم. اومدیم ازت چند تا سوال بپرسیم. بفرمایید. هاشم حسین رو دوست داری؟ کدوم حسین؟ حسین عزیز زهرا. دست شما درد نکنه. این چه سوالی آج آقا؟ بعد یه اون نوکری خونوادم فدای حسین. ناراحت نشو هاشم جان، فقط میخوام بدونم هر کاری از دستت بر بیاد برای آقا ابا عبدالله میکنی؟ هر کاری. هاشم دوست داری هیئت آقا بزرگ بشه یا کوچیک؟ بزرگ. حسین با عظمت هیئتش هم باید بزرگ بشه. احسن، اگه کسی باعث بشه هیئت آقا کوچیک بشه وظیفه‌ش چی؟ ببخشید متوجه نشدم. یعنی مردم نیان هیئت به خاطر یه نفر؟ خب اون آدم نیاد مردم بیان هیئت. خب ما هم به خاطر همین اومدیم هاشم جان، اومدیم بگیم که امسال دیگه نیاییم.
تو که میای دیگه مردم نمیاد. باشه من نمیام ایرت جی، به مردم سلام برسون و بگیر هاشم فدایشون. ممنون، خداحافظ. شما از که میپرسی که بر ما چون نتابد آفتاب، ما چونان بیچارگان در خواب خود خوابیم. منم زاده زهرا ابل فضل دلارا، منم یه زهرا ابل فضل دلارا، منم زاده زهرا ابل فضل دلارا، آخه منم زاده زهرا ابل فضل دلارا. از هاشم خبر نداری مادر؟ بهش سر زدی؟ هنوز تو زیر زمینه، شامش هم بردم. بفرمایید اینم قرصتون. دستت درد نکنه. چرا سه شب هیئت نمیره؟ آخه تنهایی چی کار میکنه؟ فکر کنم داره عزاداری میکنه. زیاد فکر نکن، پاشو برو زیر زمین یه سری بهش بزن ببین چه خبره. پاشو. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب عاشورا آقا ابا عبدالله خواهرش زینب رو صدا زد، عاشقای ابا عبدالله خواهرم زینبم، بیا بیا به کنارم بنشین، آخه با تو وصایای زیادی دارم خواهر، مبادا زمزمه رو بلند کنیم. دلخون تر از ابر و طوفان، همگین تر از باد و باران، بانده به راه برادر، آخو شرمنده تنها ترین تشم گریان، دلخون تر از عبر و طوفان، جای قلاوان همگین تر از باد و باران. امسال تو هیئت ما رو ندادن، نرفتیم روز زیادتر از این حرفاییم، به هیئت رو بیدیم عشق خودت. دل خون تر از ابر و طوفان، غمگین تر از غمگین تر از اسمه جرامت یک روزه به این روز نواده گری کردم وظیفم بود، قلوبی کردم وظیفم بود، آقایی کن چه جوری سر بلند کنم چرا اینقدر وسای ما خرابه؟ کجا رفتی هاشم؟ کجا گم شدی؟ کدوم نشونی رو اشتباه رفتی؟ کجا رو عوضی بیچیدی؟ کجا رو عوضی بیچیدی؟ کجا رو عوضی بیچیدی؟
کجا کجا حوضی میتیدیم تا قبولم نکنی اینجا بیرون نمیام ولی علی تا قبولم نکنی اینجا بیرون نمیام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج عزیزان بفرمید برای پذیرایی بفرمید خوبی شما سلامت بشید آقا شما خوبی آقا عجیبه چند شب هاشم پیداش نیست چه کنم جسارته ولی عجیب اینه که میونه این هم آدم مؤمن و مخلص محل شما سراغ همچین کسی رو میگیری آقا اگه به قول شما کسی مؤمن مخلصه که نباید سراغش رو گرفت خودش راهشو پیدا کرده خدا از ما میخواد که دست کسی رو بگیریم که راهشو گم کرده درست میفرمایید حاج آقا خداوند آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه انشالله انشالله سلام بابا بی جوابه روی دستاش جای تنابه سلام بابا به من گفته شده تا بهت بگم تو به چه دلیل تعیین میکنی که چه کسی عزاداری بکنه یا چه کسی عزاداری نکنه تو از کجا میدونی عزاداری چه کسی مورد قبول درگاه خداوند قرار میگیره یا قرار نمیگیره تو به چه حقی به خودت اجازه میدی با بندگان خداوند این گونه سخن بگی به اینجا که رسید از خواب پریدم آجا لا 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 چیکار کنیم یا حسین سلام نمی کن سلام بابا آقا خدایا چه بلا به سر من اومد خدایا خودت کمک کن یا ماموسه خودت کمک کن حاج آقا کمکم کنی بگو من چی کار کنم حاج آقا چیه؟ تو هم خواب دیدی؟ حاج آقا شما از کجا میدونی؟ نکو تو هم همون خواب منو دیدی بهتر شما این دنبالش حاج آقا من روشو ندارم شما هم باید ما بیان یا الله یا الله هاشم جان بابا هاشم کجا فکر کنم خوابیده بابا هاشم صبر کنیم ببینم
هاشم جان، بابا هاشم با تو هم پهلمون محل ما رو ببین. مرد مومین آقایون اومدن ازت عذرخواهی کنم بابت اون حرفی که چند روز پیش بهت زدم. با تو هم هاشم. بابا بیداری؟ هاشم با تو هم. نه آقا جون حالش خرابه، زنگ بزنیم به اورژانس. الحمدلله به خیر گذشت، ولی فکر کنم به اندازه کافی برای همه ما درس داشت. امیدوارم دیگه راه تا عوض نکنی، چون همیشه راهی برگشت وجود نداره. استراحت کن، استراحت کن بابا. زحمت کشیدن از آقا. ببخشید من یه عذرخواهی به شما بده کارم، مثل اینکه راجبتون اشتباه میکردم. تو حق داشتی، فکرم دارم کار درستی میکنم. اگه کاری داشتید صدا میکنید. لاله خونی بدنی یا حسین، لاله خونی بدنی یا حسین، تو نور چشمان منی یا حسین، تو نور چشمان منی یا حسین. همه لاله خونی. حالا وقتش ناصر وسط عزاداری ها چیکار کنی؟ اونم تو این روز میونه این همه مردم با حافظه یه روز دیگه گفته بودم یا رومیه رومیه یا زنگه زنگه. وقت تصویر سامه، خواستیم و هم میایم، نخواستیم بیره پی عزاداری تو. یا امام حسین، من یکی نیستم، منم داره پشتم میلرزه، منم نیستم، دو نمره خط بکش. عزت زیاد، هی وقت نظری خواهرت چگونه گویم ز غم دخترت، چگونه گویم ز غم دخترت، بگو تو با من سخنی یا حسین، تو نور چشمان منی یا حسین، لاله خونی بدنی یا حسین، تو نور چشمان منی یا حسین. همه لاله خونی کربلا انشاءالله، تو نور چشمان منی یا حسین. آمدم از شام بلا سوی تو، تو نور چشمان منی یا حسین، لاله خونی بدنی یا حسین، لاله خونی بدنی یا حسین، تو نور چشمان منی یا حسین. پسرم چی شده؟ حاجی نگفته بودم، منم یه خوابی دیده بودم.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.